افشین شاهی، استاد روابط بین الملل از لندن همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب شاهی. واکنش های دولت ایالات متحده به گزارش ایران اینترنشنال رو چطور ارزیابی میکنید؟ سلام و وقت شما بخیر خانم قیاسی. به گمان من حداقل تا به این لحظه به رغم تمام واکنش های متفاوتی که در روزهای گذشته ما داشتیم، واکنش هم وزارت امور خارجه ایالات متحده و هم وزارت دفاع حداقل به شکلی نامتعارف بوده. اینه که اینا بیان بسنده بکنن که خب قبل از استخدام خانم طباطبایی نظارت هایی صورت گرفته و عملا اون پروتکل های امنیتی انجام شده، خب طبیعتا این دلایل قانع کننده برای شرایط امروز به وجود نمیاره. حتی اگر که ما بخوایم به گواه تاریخ این مسئله رو تحلیل بکنیم، مثلا یک نگاه گذرا به جنگ سرد داشته باشیم که اصلا منسوب شده بود به جنگ جاسوس ها، به رغم اینکه هم اتحاد جماهیر شوروی و هم ایالات متحده هزینه های هنگفتی برای ساخت دارهای ضد جاسوسی خرج میکردن، اما خب ما میدیدیم که در خیلی از مقاطع در سطوح بسیار بالا و در سطوح بسیار حساس جاسوس ها موفق میشدن که نفوذ بکنن. و خب این واکنش هایی رو که تا به این لحظه ما از دستگاه سیاست خارجی ایالات متحده و همچنین وزارت دفاع دیدیم، به نظر من یک سری سوال های قابل توجهی رو میتونه به وجود بیاره. یا اینکه این در واقع نهادهای حکومتی دسترسی به اطلاعاتی دارن ولی خب به خاطر اقتضای سیاسی و اقتضای امنیتی حاضر نیستن در واقع این اطلاعات رو به اشتراک بذارن که تو بتونه تا اندازه‌ای بالاخره این جو سیاسی و افکار عمومی رو آروم بکنه، یا اینکه متاسفانه این پرونده امنیتی هم وارد اون جنگ و اون نزای سیاسی واشنگتن شده. و خب این طبیعتاً سبب نمیشه که فشارهای افکار عمومی و همچنین فشارهای کنگره و سیاستمداران متفاوت در روزهای در پیش رو علیه دولت بایدن کمتر بشه و بدون شک ما شاهد تشدید این فشارها خواهیم بود تا زمانی که یک شفافیتی یا حداقل یک روایت قابل قبول و قابل استناد توسط دولت بایدن مطرح بشه. در صورت اثبات اتهام، این بهتر بگیم رسوایی، دستگاه سیاست خارجی ایالات متحده و وزارت دفاع بایدن رو در چه موقعیتی قرار میده؟ ببینید، اگر که واقعا ثابت بشه در این سالهای بسیار حساسی که جمهوری اسلامی در حال گسترش سامانه‌های موشکی خودش بوده، در حال در واقع تقویت ساختارهای هسته‌ای خودش بوده و در این حال موفق شده که در بالاترین سطوح اجرایی و امنیتی عوامل نفوذی داشته باشه، این فقط به مفهوم این هستش که در یک سال و نیم گذشته عملاً ایالات متحده هیچ قدرت بازدارندگی نداشته. چون واقعا بعضی وقتا این سوال به وجود می اومد، زمانی که مثلا ما می دیدیم در ماهای گذشته در یک سری فازهای تنش‌ها بین جمهوری اسلامی و غرب بالا می گرفت، ولی به نظر می رسید که مقامات امنیتی جمهوری اسلامی از یک اعتماد به نفسی برخوردار بودن که انگار که قرار نیست هیچ گونه واکنش معناداری یا حتی هیچ گونه حمله نظامی علیه ایالات متحده صورت میگیره و با یک اعتماد به نفسی که انگار که دسترسی به یک سری اطلاعاتی داشتن به قضیه برخورد میکردن که قرار نیست هیچ گونه جنگی صورت بگیره و همواره به سیاستهای خودشون رو جلو میبرن. اگر که واقعا این مسئله ثابت بشه، بدون شک این یکی از بزرگترین رسوایی‌های سیاسی و امنیتی زمان معاصر خواهد بود و مطمئناً تا دهه‌ها پژوهشگران و کارشناسان با اون استناد خواهند کرد که چطور در واقع یک حکومت استبدادی و یک حکومت متخاصم
با منابع بسیار حداقلی موفق شده که در ساختارهای امنیتی و سیاسی ایالات متحده نفوذ بکنه و رخنه بکنه. ولی خب تا به این لحظه دستگاه سیاست خارجی ایالات متحده و وزارت دفاع اطلاعات بیشتری رو ندادن، ولی همینطور که بهش اشاره شد این مسئله ای نیست که با درگیر روزمرگی بشه با گذشت زمان به مرور زمان فراموش بشه. ما در هفته ها و ماه های آینده باید منتظر اطلاعات بیشتری باشیم که بسا بعد از این اطلاعاتی که منتشر خواهد شد بتونه در واقع یک نقطه عطفی در شرایط سیاسی امروز واشنگتن به وجود بیاره، خصوصا در زمانی که ما چند ماه بیشتر به انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده فاصله نداریم. سپاس از شما افشین شاهی، استاد روابط بین الملل در دانشگاه کیل انگلستان از لندن.